سلام امید، خوش آمدی به دیدبان. واکنش های زیادی نسبت به پوشش خبری بی بی سی در مورد دادگاه پتروشیمی بود. دو تا موضوع بسیار نسبت بهش انتقاد شده بود که فکر کردیم اینجا در دیدبان از تو سوال کنیم در موردش. یکی این بود که چرا بی بی سی فارسی اسمی از مهدی خلجی نیاورد به عنوان همسر خانم شیخ الاسلام. خب مهدی خلجی از کارشناسان و مهمانانیه که ما خیلی دعوت میکنیم و میاد در برنامه های بی بی سی. ببینید، در مورد پرونده های حقوقی، پرونده هایی که در دادگاه ها مطرح میشه، رسانه ها مجازن که محتوای دادخواستی که رسما منتشر شده رو پوشش بدن و گزارش بکنن. در این مورد ما یه واحد حقوقی داریم در بی بی سی، واحد حقوقی مرکزیه که وکلای با تجربه هستن که علاوه بر اینکه به حقوق آشنا هستن، به کار رسانه هم آشنا هستن. کارشون هم مشورت دادن نه فقط به بخشای زبانهای غیر انگلیسی بلکه به بخش مرکزی بی بی سی هم هست. با اونا هم بی بی سی فارسی مشورت کرده بود و اونا هم گفته بودن که آنچه که در کیفرخواست آمده رو شما میتونید گزارش بکنید. بنابراین تصمیم گرفته شد که اون رو گزارش بکنیم. ولی اسم آقای خلجی در کیفرخواست نبود، هیچ اتهامی هم علیه آقای خلجی مطرح نبود. و اینکه شما مستقیم یا غیر مستقیم یه فردی رو متهم بکنین که دست داشته در یک خطایی، یا اینطور وانمود کنین، طوری حرف بزنین در رسانه که خوانندگان و شنوندگان برداشتشون این باشه که خب پس این آدم هم درگیر یک کار خلاف قانونی بوده، این جرم هست و ما به عنوان یک رسانه حق این که یه همچین کاری بکنیم رو نداریم. بنابراین در روز اولی که این تصمیم گرفته شده بر اساس یک مشاور حقوقی و بر اساس یک قاعده حقوقی بوده. بعدن که آقای خلجی خودش در اثر آنچه که در بیشتر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود یه پاسخی منتشر کرد، البته ما میبایست قاعدتاً پوشش میدادیم، ولی من حدسم این هست که به دلیل همون مشورت اولیه‌ای که گرفته شده بود و تصمیمی که گرفته شده بود در ابتدا در روز اول به درستی در مورد اینکه اسم آقای خلجی رو ما نیاریم به عنوان همسر خانم شیخ الاسلامی، این موضوع هم از قلم افتاد. ولی به هر حال نکته مهم اینه که به عنوان یک رسانه ما آزادی عملی که افراد ممکنه برای خودشون قائل باشن در شبکه‌های اجتماعی، برای اینکه اونا فرد هستن، مسئولیت شخصی دارن، مسئولیت فردی دارن و یه آدمی ممکنه انتخاب کنه که در یه موردی یه خطری رو بپذیره به دلیل اینکه فکر میکنه یک منفعتی درش هست، منفعت عمومی درش هست، ولی یه رسانه نمیتونه یه همچین رفتاری بکنه به دلیل اینکه در واقع دایره مخاطبان خیلی گسترده‌ای داره و اگر به خطا یا بدون داشتن شواهد متقن یک کسی رو متهم بکنه مستقیم یا غیر مستقیم به اینکه در یک کار خلاف قانونی دست داشته، میتونه عواقب حقوقی داشته باشه برای رسانه. یه نکته دیگه که گاهی مطرح میشه، اخیرا دیدم که مثلا میپرسن چطور در مورد دختر فلان وزیر یا پسر فلان شخصیت معروف موقعی که شما پوشش خبری میدین اونا رو اشاره میکنه. ببینید، یه موقع یک اتفاقی افتاده و اون کسی که متهم اصلی هست اساساً دسترسیش به اون شرایطی که تونسته خلافی رو مرتکب بشه یا متهم شده به اینکه خلافی رو مرتکب شده به دلیل وابستگیش به یه آدم دیگری است. اون آدم اصلی نفوذ و قدرت رو داشته و پسرش یا دخترش از اون نفوذ و قدرت او استفاده کرده، که در مورد این پرونده این موضوع هم منتفی هست به دلیل اینکه خانم شیخ الاسلامی خودش در قبل از اینکه از ایران خارج بشه در ایران صاحب یک مدیر یک خبرگزاری بوده و آدم شناخته شده بوده. به خبرگزاری که خانم شیخ الاسلام در صاحبش بودن اشاره کردی، نکته که منتقدان بی بی سی دارن میگن اینه که برخی از همکاران بی بی سی سالهای قبل در خبرگزاری میراث با خانم شیخ الاسلامی کار میکردن و این همکاری اونها با خانم شیخ الاسلام تأثیر گذاشته در پوشش خبری بی بی سی. آیا این صحت داره؟ نه، صحت نداره به دلیل اینکه به دو دلیل. اولا شما میدونید که دایره روزنامه‌نگاران فارسی زبان خیلی دایره وسیعی نیست، تعداد روزنامه‌نگاران فارسی زبان خیلی نیست، تعداد رسانه‌های فارسی زبان چه در داخل چه در خارج از ایران خیلی زیاد نیست و اکثر روزنامه‌نگارها به هر حال در دوره فعالیتشون، به خصوص روزنامه‌نگارانی که ده ها سال دارن کار میکنن، یه جایی بالاخره یا با هم همکار بودن یا در یه خبرگزاری کار میکردن
و اینکه یک خانم شیخ الاسلام به عنوان مدیر یک خبرگزاری، به هر حال ده ها نفر در اون خبرگزاری کار کردن، چند نفر از اونها هم در الان در بی بی سی کار میکنن، اینکه رابطه این آدما چطوری بوده با هم دیگه لزوما به این معنی نیست، اگر شما در یک مؤسسه کار میکنید لزوما به این معنی نیست که رابطه نزدیکی با صاحب یا مدیر اون مؤسسه دارین، و به هر حال حتی اگر روابط نزدیکی هم بین همکاران ما و خانم شیخ الاسلام در مثلا 10-15 سال پیش بوده، ما در بی بی سی قوانین و قواعد سفت و سختی داریم برای اینکه مانع از این بشیم که نظر شخصی یا منافع شخصی آدم‌ها در نحوه پوشش ما تأثیر بذاره. در داخل خودمون مدام راجع به این مسائل بحث می‌کنیم، در تحریریه مدام راجع به این مسائل بحث می‌کنیم و به هیچ وجه این همچین تأثیری امکان نداره که در پوشش ما وجود داشته باشه. ممنونم همکارم امید پارسا نژاد از سردبیران اتاق خبر بی بی سی فارسی.